از این پیشتر در سالهای 58 و 59 گفته بودیم که ما چنگ در چنگ مهیبترین نیروی ارتجاعی تاریخ ایران هستیم، نیروی که از عمق اعصار جاهلیت سر برداشته. پس خمینی شاخص انحصار طلبی استبداد مذهبی و خراسان و جهل، با دجالیت بی نظیر به قول فروخی از حسیر شیخ آمد دم بدن بوی ریا. در نصف شاتو هرچه بخواهید بعدی آزادی میداد و میگفت که بر بازگشت به ایران به قم خواهد رفت و طلبگی پیشه خواهد کرد. اما بعد قانون اساسی ولایت فقیه رو علم کرد به جای حاکمیت و ولایت مردم. بعدش هم با صراحت گفت سلطنت مطلقه مادام العمر فقیه. برای این همه هم چاشنی ضد استکباری محصول کارگاه های نمدمالی قم رو مانید و یک دو جون از احزاب قدم بعد روز درشت 700 بدل رو هم در این مسیر با خودش داشت. در 30 خرداد سال 60 باید تصمیم نهایی رو می گرفتیم. زمان تصمیم گیری قطعی فرا رسیده بود. در برابر ارتجاع مهیب و قهاری که می رد خودش رو یک پارچه و یک پایه و به صورت مطلقه مستقر بکنه، چون دیگه جایی هیچ منور و تحرک سیاسی باقی نمونده بود. یا باید تسلیم می‌شدیم و به حیات خفیف و خائنانه رضا می‌دادیم و فی المثل مثل حزب توده در کودتای 28 مرداد به مسئولیتمون پشت می‌کردیم و در تاریخ ایران نفرین می‌شدیم. و یا می‌باید با سنگین‌ترین بهای ممکن با الهام از سید شهدا حسین ابن علی علیه السلام به طرز عاشوراگونه از شرف خودمون و خلق در زنجیرمون نگهبانی می‌کردیم. و این نفس این راه رو برگزید و از این پسی خرداد با همه درخشش و سرخامیش حد فاصلی شد سرخون و شاخصی.